بله هموطنان عزیز، بعد از میان برنامه کوتاه برگشتیم و جناب دکتر حبیب الله شریفی، کارشناس مسائل تربیتی و استاد دانشگاه اینجا در استودیو با ما هست و با موضوع نقش مراسم‌های مذهبی در تربیت و معرفت افزایی کودکان و نوجوانان صحبت خواهیم کرد. سلام جناب استاد، خیلی خوش آمدین. با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و با سلام و درود و تحیات به ارواح همه شهدای اسلام، خصوصا شهدای کربلا و در رأس آنها سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین و با امید قبولی طاعات، عزاداری ها و سوگواری های همه امت اسلامی در این ایام هستیم در خدمت شما عزیزان. زنده و سلامت باشین استاد، خوشحال هستیم که امروز حضور شما را در برنامه داریم، افتخار بخشیدین. صحبت ها را از اینجا آغاز میکنیم که در نخست یک مقدمه داشته باشیم از مراسم های مذهبی. بله، همون گونه که مستحضر هستید در آیین اسلام، البته در سایر ادیان هم داستان هست که فعلا کار به اونها نداریم، ما مجمع مراسم های مذهبی داریم که بیشتر به مناسبت های مختلف این مراسم ها برگزار می شود. شما اگر مثلا ایام را در نظر بگیرید، مثلا ما روز جمعه داریم، خودش یک مراسم هست، ایام عید فطر و عید قربان، یا در ماه مبارک رمضان شبهای قدر را داریم، مسایر مراسم های مذهبی و دینی، از جمله در ماه محرم ما مراسم های دینی و مذهبی داریم که به مناسبت شهادت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام، همچنین یاران و اصحابش و داستانی که در حادثه کربلا در سال 61 هجری اتفاق افتاد، همین مسائل را داریم که پرشورترین و باشکوهترین مراسم ها مذهبی و دینی همین مراسم هایی است که به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام و همچنین اربعین و برگزار می شود. هرچند ایام ایام شهادت امام حسین است، در مراسم اربعین خصوصا در این چند سال اخیر یک حضور و مشارکت چند میلیونی، حالا از 23 میلیون تا 25 میلیون هم برآورد کردند. این مراسم ها و مناسبت ها را داریم که افراد زیادی از جوامع مختلف، اشعارهای مختلف در این مراسم ها و مناسبت ها شرکت میکنند. از جمله در کشور عزیز ما افغانستان در ایام محرم در شهرهای مختلف، از جمله در شهر کابل، همان گونه که در این روزها هم ما شاهد هستیم، مراسم های مختلف در جای جای شهر، در مساجد، در حسینیه ها یا سایر مراکز برگزار می شود و افراد مختلف از جمله کودکان و نوجوانان در این مراسم ها شرکت میکنند و حضور پیدا میکنند. بله، خب جناب استاد، شما مراسم های مذهبی یاد کردین که مثلا اینا کدام مراسم هستن و چی هستن. اگر ایران بگن که این مراسم های مذهبی چطور مثلا یا با چی دلایل در تربیت و معرفت افزایی کودکان و نوجوانان تاثیر دارن؟ بله، خب شرکت در مراسم تقریبا تبدیل به یک سنت حسنه اسلامی شده است. همان گونه که عرض شد، هم عامه مردم خصوصا کودکان و نوجوانان هم شرکت میکنند. خصوصا در برخ از مراسم ها آدم وقتی که مشاهده میکنه و ارزیابی دارد، حضور کودکان و نوجوانان بسیار پرشورتر و قویتر هست. این یک چیزی است که ما شما مشاهده میکنیم. در این گونه مراسم ممکن است اتفاقات خاصی بیفتد و هر کسی به نحوی به دنبال گمشده باشد. یکی فقط سرود میخواند، یکی نوحه میخواند، یکی سینه زنی میکند، یکی هم به عزاداری و سوگواری میپردازد. ولی آنچه که ما باید به دنبالش باشیم و قاعدتا باید اتفاق بیفتد، البته این اتفاق افتاده است، این است که شرکت در این گونه مراسم هم نقش تربیتی دارد و هم نقش معرفت افزایی. به این معنا که کودکان بر اساس همان فطرت پاک که دارن، حالا به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام که قلب الحدث کل ارض الخالیه، میگه قلب کودک، حدث این کسی کودک است و نوجوان هست، مانند زمین خالی هست که هر چی در او بکاریم همون میروید. اینها علاوه بر از این کارهایی که انجام میدهند، به دنبال الگوها هم هستند. الگوها هستند به این معنا که شما وقتی از شهادت و دو عزت و کرامت و مثلا آزادی و آزادخواهی امام حسین علیه السلام صحبت به میان میآید، یا اینکه از جوانمردی و فداکاری حضرت ابوالفضل عباس
سخن گفته می شود، همچنین شهادت طلبی و اطاعت از رهبر و مولا و پیشوای حضرت علی اکبر سخن به میان میاد و سایر قهرمانان کربلا و همچنین صبر و شکیبایی و استقامت و مقامت پایداری حضرت زینب وقتی سخن به میان میاد، اینها به صورت خودکار و به صورت اتومات و به صورت حتی ناخودآگاه این گونه مسائل در ذهن اینها ترسیم پیدا میکند و این گونه مسائل در ذهن و زمین اینها نقش میبندد. خصوصا گاه ما در کتاب ها یا به عبارت در اساطیر یک سری قهرمان های خیالی یا در واقع اسطوره مانند وقتی که بیان میکنیم حتی همین ها هم تاثیرگذار هستند، ولی وقتی شما تاریخ را با یک قهرمان واقعی و یک داستان واقعی که به تمام اتفاق افتاده و صورت گرفته و مصداق عینی پیدا کرده، وقتی اینها را شما بیان میکنید اینها خیلی تاثیرپذیر هستند و جوانان کودکان را به همان سمت و سو میکشانند. در رابطه با معرفت افزایی هم خدمت شما عرض کنیم که به تعبیر درست‌تر اصلا مراسم های مذهبی خصوصا ایام عاشورا اینها مجموعی از معرفت هست. شما در هر مسجد حسینی در تقای هر جای کوزو پیدا میکنید یک بخش سخنرانی هست. در این سخنرانی ها بیشتر مسائل معارف اسلامی البته با محوریت حضرت امام حسین علیه السلام سخن گفته میشود، همچنین اشعار و بیت ها و نوه ها و چیزهایی که گفته میشود اینها جنبه معرفتی دارند. به همین دلیل است که شما اگر در مراسم های مذهبی دقت کنید یا در بین مردم یک گفتگوی داشته باشید، بسیار از مسائل معرفتی را در سایه سار همین گونه مجالس اینها یاد گرفتن و کودکان هم یاد میگیرند. بنابراین از اونجایی که مسائل معرفتی در این گونه محافل بررسی می شود و مسائل تربیتی هم گفته می شود و نمونه های عینی و واقعی که در تاریخ به صورت دقیق اتفاق افتاده است اینها روی کودکان و نوجوانان تاثیر میگذارد، اونها را به همان سمت و سو میکشاند و باعث تربیت و معرفت افزایی اونها میشود. بله بسیار عالی جناب استاد. تا کنون در رابطه به شرکت کودکان و نوجوانان صحبت کردین در مراسم های مذهبی، سوال اینجاست کسانی که دور از صحبت ما و دور از بینندگان و شنوندگان باشن، خب خیلی خانواده‌ای هستن که از این شکایت دارن که کودک ما، نوجوان ما هیچ شوق و علاقه و میلی نداره به اینکه به مراسم های مذهبی اشتراک کنه، و یا هم ما شاهدی ای هستیم اگر کودک ما دوست داره به مسجد بره و شب در مساجد حضور پیدا کنه، صحبت تمامی کسانی که در همون امنیت مسجد ای هسته که کودک ها اجازه ندارن، نباید کودک ها بیان داخل به خاطر اینکه خب یک سرصدای برپا میشه، یک شلوغی میکنن. حالا شاید ضربه هم از این طرف وارد شده باشه. به نظر شما حالا در این وضعیت خانواده ها چیکار کنن کودکانشان که هیچ شوق و علاقه به مراسم های مذهبی ندارن؟ خب اولین نکته این است که اصلا کودکان خودش مجموعه شوق و علاقه هستند. این اصل اساسی و این است که اونا قاعدتا شرکت میکنند، همون گونه که عرض شد اتفاقا خیلی با شور و با علاقه و با انگیزه. بله. اما همون گونه که شما اشاره کردید ممکن است که عواملی و چالش های وجود داشته باشد که باعث بی‌انگیزگی آنها شود. مثلا یک جاها هست که در مساجد ممکن است اونها را راه ندهد به خاطر اینکه اینا شلوغ میکنند یا به تعبیری اون چیزی که اونا میخواهند اونا رعایت نکنند. دوم اینکه خود خانواده ها ممکن است اون شوق و انگیزه کافر نداشته باشند. راهکارش این است که اولا در هر مسئله خصوص در مسئله تربیتی، حالا از حضور در مسجد گرفته تا هر برنامه تربیتی دیگر، الگو و به اصطلاح سرمشق خود والدین هستند. ولی یک وقتی که والدین خودشان علاقه نداشته باشند، خود انگیزه کافی نداشته باشند، همون به انگیزگی و به علاقه که ممکن است روی فرزندان هم تاثیر بگذارد. نکته دوم که بارها تاکید کردیم حالا با توجه به سوال شما این هست که اصولا ما مسجد را باید به گونه ترتیب بدهیم و به گونه برنامه ریزی کنیم و افراد را در اونجا ما داشته باشیم که اینها با روی باز و چهره خندان با نهایت مهر و محبت اسلامی از همه افراد خصوص از کودکان استقبال کنند. اصولا مسجد وقت مسجد می شود که کودکان اونجا حضور داشته باشند، اصولا مسجد وقت مسجد می شود که نوجوانان و جوانان و افراد فرهیخته و نسل آینده اونجا حضور پیدا کنند. حالا با همه احترامی که به بزرگان داریم، یک کسی که در سن 70 80 یا 90 یا حتی بیشتر رسیدن، اینها مسائل شخصیتیشان، مسائل تربیتیشان، مسائل دینیشان شکل گرفته است. حتی اون
صحبت و سخنرانی و موعظه هم تأثیر چندانی شاید نداشته باشد، البته خدای نخواسته به احترامی نشود، ولی در مجموع این است که شخصتون شکل گرفت است. اگر ما به دنبال این استیم که واقعا نسل آینده رو تربیت کنیم، اگر بخوایم که اون معارف اسلامی نسبت به افراد جدید تأثیر داشته باشد، جایش مسجد است، جایش حسینیه است، جایش مکانهای آموزش است. اصلا به عبارت دیگر اجازه بدهیم که کودکان در همان فضا و عالم کودکی خود در مسجد شلوغ کنند، البته نه اینکه نزاکت مسجد را کلا به هم بزنند. اصلا اجازه بدهیم که حسینیه مرکز رفت آمد کودکان و نوجوانان باشد، با همان دنیای عالمی، با همان شوخی ها و حتی به تعبیر به نزاکتی هایی که کودکانه هست، خیلی متوجه از مسائل نیست و اینها هست که مسجد را مسجد میسازد، حسینیه را حسینیه میسازد و تأثیر بسیار زیادی روی معرفت و تربیت کودکان ما دارد. امیدوار هستیم که همه دستاندارکاران مساجد، حسینی ها و مراکز نهایت خوشرویی را و محبت را نسبت به همه کسانی که در مسجد حضور پیدا میکنند، خصوصا کودکان و نوجوانان داشته باشند، که کودکان اگر یک محل امن خوبی برای اونها خانواده هاست، همون محل امن برای بروز به ظهور استعدادها و توانمندی ها و بسیاری از مسائل تربیتی مساجد حسینیه ها و همین مراکز آموزشی باشد انشاءالله. بله. بله خب جناب استاد، شما اشاره کردین به نحوه که کودکان در ابتدا همون ذهن خالی که دارن، و اگر اشتباه نکنم جناب استاد حدیثی که از امام علی هم داریم که بله، ذهن کودکا همون ذهن خالی شبیه سنگی است که در کودکی حق شوه بله، بعد دیگه زیاد نمیره. بعد خب جناب استاد چطور و ایرم شما اشاره کردین که الگوها برای کودکان مؤثر است، پس ما چطور و چگونه الگوها را انتخاب کنیم؟ مثلا این کودکا میتونه دنبال چی الگوها باشه مفید برشان باشه؟ بله، ببینید یک مثال خیلی ساده از خودم که نه شما شاید با توجه به مناسبت قضیه عاشورا و داستانی که در قضیه عاشورا اتفاق افتاد، تفسیرها و تعبیرهای گوناگون و برداشتهای مختلف از این مسئله صورت گرفت. شما گاهی تحلیلها و تفسیرهایی را که میبینید حتی متضاد هم هستن، اصلا قابل جمع شدن نیست. به صورت کلی دو تا تفسیر وجود دارد. یک تفسیر، تفسیر یک تراژدی کاملا غمبار، مصیبت بار و بدون بالیان نوحه ها و منقبت ها و تمام چیزهای گفته می شود جنبه مصیبت و عشق زیختن دارد. روی کرد دیگر این است که بیشتر جنبه حماسه و امید و شهامت و شجاعت و عدالت خواهی و هر آن چیزی را که انسان را وادار می کند به این که مبارزه کند با فساد و امر به معروف و نهی از منکر کند و در واقع در مقابل هر گونه فساد و مشکلات جامعه و چالش های جامعه به تفاوت نباشد. واقعیت قصه این است که اگر بخشی از داستان کربلا را در واقع همین مصیبت و سوگواری و عزاداری تشکیل میدهد، که واقعا داستان همین است که شما شهادت را و مظلومیت را در کربلا در اوج میبینید، شما هم شهادت امام را میبینید، شهادت جوان 18 ساله را میبینید، شهادت برادرش میبینید، شهادت علی اصغر که در سن 6 ماه و همین حدود بوده است. خوی از این جهت بله، ولی واقعیت درستر و تعبیر درستر این است که امام حسین شهید مظلوم نبود، بلکه مدافع از مظلومین بود. امام حسین یک چهره شکست خورده و یک انسان کاملا مظلومی، مظلوم که صرفا ما به مظلومیت او گریه کنیم نبود. یک بودشین بله، اگر یک نه اصلا داستان به صورت دیگه هست. نه. امام حسین قهرمان آزادی خواهی بود و قهرمان شجاعت بود، قهرمان شهامت بود، یک کسی که با تمام افتخار و با تمام همه که مسائل را میداند در مقابل دستگاه ظلم میستد و به دنبال اصلاح جامعه است. یعنی شما اگر داستان کربلا رو مطالعه کرده باشین، که حتما انشاءالله مطالعه کردیم همه بینندگان عزیز، یعنی اصلا در تاریخ داریم که وقتی امام حسین با مجموعه از یارانش در مقابل یک انبوهی از لشکر، حالا هر مقداری که بوده است، قرار میگیرد، هیچ گوی احساس شکست نمی کند، احساس پشیمانی نمی کند، به احساس مظلومیت باز اون معنایی که عامیانه ای که بعضی برداشت داره نمی کند. اصلا جالب است که میگه هر چی
به زمان شهادت امام حسین نزدیکتر میشد، چهره او درخشانتر و خیلی آماده‌تر و بشاشتر میشد، به خاطر اون یقینی که نسبت به اهداف خود داشت، نسبت به برنامه‌های خود داشت. حالا اجازه بدید به این نکته هم اشاره کنم که یکی از قهرمان‌ها در داستان کربلا حضرت زینب سلام الله علیها است. خیلی عجیب است که یک زنی با این همه مصیبت، مصیبت برادر، مصیبت برادرزاده ها، مصیبت فرزندان، این چهار تا از فرزندان حضرت زینب در حادثه کربلا شهید شد و این همه مصیبت و بعد هم مسئله اسارت و همه داستان های غمبار و تلخی که برای یک انسان معمولی، خصوص برای یک زن معمولی، اصلا قابل تحمل نیست. او باید همیشه شیون کند، ناله کند و مصیبت داری کند. بعد میگه در اون قضیه که از امام حسین، حضرت زینب در کوفه و در شام آمد که به طعنه گفتن که دیدی چی شد و چی مصیبت بر شما تحمل شد، حضرت زینب فرمود که ما رأیت الا جمیلا، ما جز زیبایی دیگه چیزی ندیدیم. اصلا ما با دنبال همین بودیم، اصلا ما میخواستیم این قضیه اتفاق بیفتد. یک نکته هم اشاره کنم که در بعض صحنه های امام حسین کارهای خیلی عجیب را انجام داده است که اصلا قابل تفسیر نیست. همین شهادت حضرت علی اصغر که اتفاق افتاد و خونی که جاری شد، حالا واخر آدم متاثر میشه، مگر امام حسین هم خون رو با آسمان پاشید، هم به چهره خود چکت رنگ با اون خون چهره خود رنگین و خونین کرد که امام حسین میخواست که یک چهره خونین از این حادثه نشان بدهد و در واقع بگوید که برای فردای شما در واقع یک سوال باشد که چرا ما این کار کردیم و چی اتفاق افتاد. خب از این دوستان که بگذاریم، میخواستم به این نکته برسیم که ما باید در مسئله عاشورا و تبیین و تفسیر حادثه عاشورا در پرتو همین مناسبت ها و مراسم ها، اگر یک بخشش همین مسئله نوحزنی و سینزنی هست که تقریبا تبدیل شده است به فرهنگ عمومی، باید به دنبال اون باشیم که اون چهره حماسه آفرینی را و مبارزه با فساد را، مبارزه با کجروی ها را، مبارزه با انحراف را و اینها را برای نسل جوان و برای کودکان خود در واقع بفهمانیم و تبیین کنیم و بیان کنیم. لذا پیشنهاد ما از همه خوانندگان، از مبلغان، از واعظان این است که ما باید علاوه بر اشعار بسیار غم‌آلود و غمگینی که در واقع بیان می شود، اون شعرهایی که روح حماسه را، روح انقلابگری را، روح عدالت خواهی را در روح و ضمیر ما به نحوه تبیین میکند، به دنبال اینها هم باشیم. یعنی به همون میزانی که به اون سمت داستان که حداقل داستان همون مسئله مصیبت داره و عزاداری است، به اون مسئله تاکید میکنیم و توجه داشته باشیم. باید به اشعار بپردازیم، به برنامه های بپردازیم، به نکات بپردازیم که اینها روح شجاعت را و عزت را و آزادی خواهی را در زندگی جوانان و همه ما و شما ترسیم میکند. این حسین، این سخن امام حسین علیه السلام که بسیار آموزنده است، در سر زبان ها هم هفتاد است که حیحات من الزله، یعنی حیحات من الزله اون مربوط به فقط به اون زمان نبود و امام حسین که از زله را قبول نکرد، پیام آوریش با داستانش نیست که این حیحات زله به عنوان یک شعار همگانی برای همه امت اسلامی، پیروان او و محبان او تبدیل شود و این گفتمان شکل بگیرد که ما به دنبال آموزه های اصیل سخنان امام حسین علیه السلام باشیم. خلاصه کلام این است که ما داستان را به گونه تعریف کنیم و به گونه به تبیین و تفسیر مسائل دینی و اسلامی بپردازیم که همگانی و به همه ابعاد و همه حوزه ها و ساعت ها توجه شود. در عین حال توجه داشته باشیم که بیشترین و آشکارترین پیام عاشورا، پیام شجاعت، شهامت، امر به معروف، نهی از منکر، آزادی خواهی و همه چیزهایی که هم انسانی هست و هم اسلامی است، اینها بیشتر ترویج کنیم انشاءالله. بله، خیلی سپاس از شما استاد گرامی از یک حضور یافتن، صحبت های خیلی مفید داشت. سلامت باشین. منم خوشحالم که لحظات خصوص در این ایام در خدمت شما و همچنین در خدمت بینندگان عزیز بودم. سلامت باشین. تشکر. بله، یک دل دنیا سپاس از همه شما خوبانی که امروز هم با داشته های سه‌شنبه برنامه این هفته ما همراه بودین. همه ایتان را به خداوند یکتا و بی نهایت مهربان می سپاریم. با سایر برنامه های رادیو تلویزیون راه فردا همراه باشین. خدا نگهدار. مواظبتان باشید. خدا نگهدارتان.